اگه میخواید بفهمید داعش چجوری به وجود اومده یا آمریکا بعد 11 سپتامبر چرا یهو به عراق حمله کرد، فیلم وایس برای شماست. کارگردان فیلم وایس آدم مکی که جدیداً یکی از جالبترین کارگردان‌های هالیوود شده. فیلماش معمولاً پرده از بزرگترین دروغا و کارهایی که سیاستمدارا میکنن برمی‌داره. از اون مدل دروغا و کارهایی که انقدر بزرگه که مردم اصلا به فکرشون نمیرسه که دولت بتونه همچین کاری انجام بده. فیلم قبلی آدم مکی بیگ شات به نظر من که بهترین فیلم‌های قرن 21 بود. بیگ شات در مورد سقوط اقتصاد جهانی تو سال 2008، چیزایی که تو بیگ شات میگن اصلا مغزتون سوت می‌کشه. اگه فیلم بیگ شورت رو ندیدید حتما همین الان برید تهیه کنید ببینید، خیلی جالبه. توی وایس هم تقریبا همون تیم بازیگری اومدن، فقط فکر کنم براد پیت جاش با امی آدامز عوض شده. فیلم وایس داستان زندگی دیک چنی که تاثیرگذارترین آدمای سیاست آمریکا یا بهتر بگم جهان توی 50 سال اخیر رو مرور میکنه. و جالب ترین قسمت قضیه اینه که هیچ کی یارو نمیشناخته. شما میشناختید، من نمیشناختم. البته خود فیلم هم به این مسئله اشاره میکنه که آدمای زیادی نیستن که این آدمو بشناسن. یعنی یه آدمی بوده که زندگی 8 میلیارد آدم به تصمیمش بسته بودن ولی هیچکی نمیشناختتش. نقش دیک چنی و کریستین بیل بازی میکنه که حسابی برای این نقش متد زده و کلی وزن اضافه کرده. به نظر من خیلی خوب درآورده بود این نقشو. باورتون میشه این آدم هم چند سال پیش از بتمن شده وایس. من فکر کنم کلا دنیا به چند تا کریستین بیل دیگه نیاز داره. کلا تیم بازیگری این فیلم خیلی قویه. تقریبا همشون تو خونهشون یه اسکار دارن. فیلم زندگی نامه زیاد با فیلم زندگی نامه چنگیزخان مغول فرقی نداره. چون این آدم خیلی آدم خطرناکی بوده، یعنی با تصمیمی که میگرفته میتونسته با جون میلیون ها آدم بازی کنه. به طور کلی فیلم یکم آرومه، یکم خسته کننده است. یعنی اون ریتم باحالی که تو فیلم بیگ شورت بود تو این فیلم نیست. به نظر من این فیلم با این کارگردان و بازیگرا و فیلمنامه میتونست خیلی بهتر از این چیزی که بود باشه، ولی به طور کلی انقدر فیلم تو این ژانر کم شده که همینم هم حسابی غنیمته. این فیلم برای کسایی که ژانر سیاسی و زندگی نامه دوست دارن شدیداً پیشنهاد میشه. کسایی که فیلمو دیدن برام نظر بذارن. مرسی.